سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجای ایران و جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. همزمان با این خبر که در صدر خبرهای مربوط به خاورمیانه قرار گرفته است و در صدر خبرهای بین المللی نیز در بسیاری از کشورها، برقراری روابط کامل، تصمیم امارات و اسرائیل برای برقراری روابط کامل میان دو کشور چه پیامدهایی خواهد داشت؟ چه پیامدهایی برای استقرار صلح در منطقه خواهد داشت؟ آنگونه که بحرین پیش بینی کرده است. بسیاری از کشورهای عرب نسبت به این توافق اظهار امیدواری کردند و از آن حمایت کردند، اظهار امیدواری نسبت به آینده صلح‌آمیز منطقه. پیامدهای این توافق رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. حکومت ایران، ترکیه و سازمان‌های فلسطینی، دولت رام الله و سازمان حماس مخالفت کردند. پیامدهای توافق میان امارات و اسرائیل در عرصه اقتصادی و سیاسی منطقه. این در حالی است که ایران در جمهوری اسلامی از داشتن هر گونه نقشی در اوضاع منطقه، نقش مثبتی در اوضاع منطقه محروم است. ایران جدای از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی اما همچنان دارای نقشی منفی است. محمد جواد ظریف به لبنان رفته است، وزیر خارجه فقیه، در حالی که انگشت اتهام در انفجار بیروت متوجه حکومت تهران است و لبنانی ها خواستار خروج ایران و نفوذ حکومت ایران در کشورشان شدند. در داخل ایران دولت شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس خواستار آن شده است که مردم بیایند و نفت از دولت بخرند و صادر کنند. با من و شما هستند میهمانان امشب تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آنسوتر در انگلستان آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل. اما پیش از آغاز گفتگوهای خود سری میزنیم به نشست دولت شیخ پرزیدنت و پیشنهاد یکی از اعضای این دولت در زمان به کفگیر دولت به ته دیگ خورده است. باشه، امروز اگر شرکت ملی نفتی را میتوانست نفت بفروشه، باید نفت 25 دلاری 24 دلاری میفروخت. چه اشکال داره که شما بیاید در وزارت نفت بیاد در واقع پکه های نفت رو به مردم خودمون، به ایرانی ها، با سکه یا با اسکناس یورو و دلار بفروشه به تحویل 3 سال دیگه. یعنی شما بیاید پول موجود تو جامعه رو هر چقدر هست، 1 میلیارد 2 میلیارد، هر چی بیاد دست شما به نفع اقتصاد ایرانه، شما بیاید پته نفت رو بدید دست مردم ایران، سکه هاشون رو بگیرید، دلار هاشون رو بگیرید، یک سالی میشه اقتصاد ایران رو با این اداره کنید. من این رو بگم که در نیمه دوم برنامه آقای منشه امیر از اسرائیل با ما خواهند بود، روزنامه نگار از اسرائیل و کارشناسی امور منطقه. سلام به شما آقای نوری‌زاده در انگلستان، لندن. درود به شما و درود به دکتر تقی‌زاده عزیزم و همینطور بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. و سلام به شما آقای تقی‌زاده عزیز. سلام به شما دوستان، به بینندگان برنامه، به امید داشتن روزی خوب و به امید اینکه دیداری داشته باشیم حضوری در تهران. همه ما امیدوار هستیم و مطمئن هستم حق همه ایرانیان هست که در وطنشون باشن یا برن و بیان، همه کشورها، همه شهروندان همه کشورها. آقای نوری‌زاده، خبر بسیار مهمی است که در واقع تا اندازه غیر منتظره بود، چون آنچه که میگذشت پشت پرده بود.
ارزیابی شما رو میشنویم، سهم آمریکا رو در این زمینه چقدر میدونید و واقعا اونطور که گفته میشه چه پیامدهایی برای صلح و استقرار در منطقه خواهد داشت، استقرار آرامش؟ ببینید، شما به واکنش ابو مازن نگاه کنید. اگرچه به ظاهر ابو مازن مخالفت کرده، ولی گفته مشاورانش رو دعوت کرده مضمون و مفاد این توافق رو بررسی کنن و اون وقت نظر فاینال و نهایی رو میدن. خود این نشان دهنده اینه که این یک نقطه عطف خواهد بود. به این دلیل قبلا دولت عظمای قطر روابط تنگاتنگ با اسرائیل داشت. نخست وزیر اسرائیل میرفته میمده و حالا به اصطلاح پشت پرده. عمان روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل داشت. بحرین همینجور. منظورم اینه که داشتن روابط خیلی مهم نیست، اما برقراری روابط به طور علنی به چه قیمت؟ مهمترین قیمت این اینه که اسرائیل دست از پروژه زمینه کردن بعضی اراضی ساحل غربی برداشته. این به نظر من دستاورد بزرگ ترامپه و ترامپ دو هفته قبل آقای نتانیاهو گفت متاسفانه آمریکا با طرح ما مخالفه و الان معلوم شد که به این دلیل مخالف بوده که این رو مرتبط با برقراری روابط دیپلماتیک بین امارات و اسرائیل کرد. این مقدم است. به نظر من بعد از این روابط علنی و رسمی عمان، قطر، بحرین هم اعلام خواهد شد. در مورد عربستان یه مقدار قضیه فرق میکنه. عربستان خادم حرمین و بعد مهمترین حامی فلسطینی ها صبر خواهد کرد. ممکنه در ظاهر ارتباط های پس پردهی باشه، ولی برای برقراری روابط اون سوگند ملک فیصل هنوز هست که روزی که در بیت المقدس نماز خواندم اون روز اسرائیل به رسمیت بشناسم. حالا مرضم اینه که شاید یه توافقی هم در اون زمینه بعدم برقرار بشه، ولی به گمان من این قرارداد رو باید استقبال کرد. بسیار پیغام خوبی است برای مردم منطقه و اینکه میتونه یک نقطه عطفی در دشمنی بین عرب‌ها و اسرائیل باشه که عملا این دشمنی دیگه وجود نداره و بیدلیل فقط با توطئه رژیم های مثل جمهوری ولایت فقیه ادامه پیدا کنه. ولی سوریه هم دیگه با اسرائیل دشمن نیست، تندترین کشور عربه. بله، تونس و مراکش هم هستن علاوه بر کشورهای که آقای نوری‌زاده اشاره کرد که روابط بازرگانی نسبتاً گسترده‌ای داشتن با اسرائیل و همچنان در موارد بسیار دارن. آقای تغییرزاده، ببینید ترکیه خب روابط اولین کشور مثلا زیر عنوان کشور مسلمان اسرائیل رو در 1949 به رسمیت شناخت، دارای سفارت بود و همه اینها. رجب طیب اردوغان اومده و اعتراض کرده و امارات رو مورد حمله قرار داده و هم این صحبت رو. و حکومت ایران این وسط چه کاره است؟ واقعا ایران تا چند ارتباط داره به مسئله فلسطین، مسئله اعراب و فلسطین، پسر عموهای تاریخی هم دیگه؟ همونطور که شما اشاره کردید، ترکیه مناسبات رسمی با اسرائیل داره. مناسبات با اسرائیل پیش از به قدرت رسیدن اردوغان بوده. این مناسبات در شکل امنیتی هنوز هم وجود داره و ترکیه به عنوان عضو پیمان ناتو و پیمان ناتو به عنوان پیمان دارای منافع مشترک با اسرائیل شکل جا افتاده‌ای داره و این مبادلات اطلاعاتی حتی با آمدن اردوغان هم بین ترکیه و اسرائیل قطع نشده و مخالفت اردوغان نه به علت مخالفت مستقیم با اسرائیل، به علت شکلگیری محور تازه‌ای است که ترکیه خودشو در اون قرار داده، محوری که با کمک قطر شکل گرفته و قطر به علت مخالفت‌هایی که با عربستان در طول 3.5 سال گذشته داشته و در کنار عربستان کشور امارات خط گرفته، جا گرفته و با بحرین یک محور دیگه‌ای درست کرده، حالا ترکیه خودش داخل این مقوله کرده که در کنار قطر قرار بده. در حقیقت یک مخالفت غیر مستقیمه، یک مخالفت دوفاکتوست و نمیشه از اردوغان پرسید که بابا تو وقتی که خودت با این کشور مناسبات رسمی و مبادلات تجاری داری چطوری ممکن است که از ارتباط یک کشور عضو سازمان ملل با یک کشور دیگر عضو سازمان ملل روی مخالف داشته باشی؟ ولی برگردیم به قضیه ایران. آقای چالنگی، من از آقای علی خامنه‌ای شروع بکنم که
در حدود 6 ماه پیش با نداشتن آگاهی و دانش که خودش به او اعتراف کرد در زمینه نفت، ویروس کرونا رو یک ویروس کذایی قلمداد کرد و دیدیم که با پوزه بند بیش از 5 ماه در خانه نشسته و به علت همون ویروس کذایی که دست کم گرفته بود حالا خانه نشینه. با همین درایت، با همین عقل، هفته پیش باز در یکی از این خطبه‌هایی که از راه دور و از راه اینترنت یا تلویزیون بدون حضور بیننده برای مردم میفرستاد، به مسخره گفت که از ما به عنوان داشتن یک تابستان داغ انتظار شاید واکنش دارن و همیشه پیش بینی میکردن که تابستان تابستان داغی است، ولی تابستان داغی نبوده و همه چیز حالا بعد از اینکه این تابستان داغ به مسخره گرفت میبینیم که داغی چه از این بیشتر میتونه باشه که وقتی اعلام میکنن اسرائیل بزرگترین دشمن ماست، یعنی آمریکا رو در وهله اول دشمن معرفی نمیکنن، عربستان سعودی رو معرفی نمیکنن، اسرائیل بزرگترین دشمن ماست. حالا اسرائیل بیخ گوش جمهوری اسلامی در فاصله چند مایل مستقر شده و اگر جمهوری اسلامی اجازه داده بخشی از ظرفیت‌های بندریش رو در چابهار به چینی‌ها، حالا ناگزیر خواهد بود در طول ماه‌ها، هفته‌ها، شاید سال آینده آمد و رفت زیر دریایی‌های نوع دلفین اسرائیل رو در چند صد متری قایق‌های سپاه پاسداران در آب‌های خلیج فارس تحمل بکنه. و این تنها یک مورد نیست. وقتی ما نگاه می‌کنیم به تحولاتی که در عراق صورت گرفته، تحولاتی که در لبنان صورت گرفته، اعتراضاتی که علیه جمهوری اسلامی در بیروت شکل گرفته و در سازمان ملل متحد می‌بینیم شورای امنیت مشغول بررسی طرح ادامه تحریم‌های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی است و این تازه بخشی از مشکل برای جمهوری اسلامی. مشکل بزرگتر این خواهد بود که با وتو کردن طرح پیشنهادی آمریکا که امروز قرار است نتیجه اون روشن بشه، که قرار است به زودی نتیجه اون روشن بشه، ما شاهد به کار گرفتن مکانیزم ماشه از طرف آمریکا هستیم که نتیجه ساده اون بازگشت تمام تحریم‌های لغو شده شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی است و قرار دادن جمهوری اسلامی زیر بند 41 و 7 منشور ملل متحد که از جمهوری اسلامی به عنوان یک تهدید امنیتی علیه صلح منطقه یاد میکنه. در حقیقت آقای خامنه‌ای قدرت درک تابستان داغ رو نداره. تابستان داغ برای جمهوری اسلامی رسیده. آقای نوری‌زاده، به نظر میرسه حکومت ایران در وضعیت استیصال قرار گرفت. از یک طرف عراق هست که پس رونده جمهوری اسلامی رو، در لبنان میبینیم همزمان با حضور ظریف هم اعتراضات علیه حکومت ایران هست، کشورهای عرب دارن نزدیک و نزدیکتر میشن به اسرائیل و همه اینها، و در عرصه بین المللی هم که وضعیتی چنین داره. اساساً حکومت ایران یا ایران، مردم ایران چه ارتباطی پیدا میکنن به جنگ با اسرائیل، مسئله اعراب و اسرائیل تا حدی که مربوط به همه ملت هاست، همه خواهان صلح هستن اکثرن. تفسیر شما رو میشنویم در این مورد، چه وضعیتی داره حکومت ایران در شرایط کنون؟ خصوص واسه کنم وضعیتش خیلی روشنه. 4 تا نفتکشش رو امریکا توقیف کرد، یعنی در راه ونزوئلا موقعیتی نداره. جمهوری ولایت فقیه یک دولت ورشکسته است و تقی‌زاده عزیز اشاره کرد که خامنه‌ای درک نداره که تابستان داغش شروع شد. خامنه‌ای واقعا درکش رو از دست داده. من گاهی اوقات به حرفاش نگاه میکنم. 15 سال پیش، 20 سال پیش میشد 4 تا جمله معقول از حرفاش بیرون آورد، ولی الان غیر دشمن و دشمن و توطئه و استکبار و استعمار و غیره چیز دیگه از حرفاش بیرون نمیاد. وقتی پیش نمازت اینه، پس نمازات هم معلومه چجوری هستن. روحانی جلسه از دولت رو با روزه آغاز میکنه، آقای ظریف خواستار ظهور امام زمان میشه، یه وقت احمد نژاد رو دست مینداختیم، حالا تمام اعضای دولت احمدی نژاد شدن، همشون مثل هم دیگه. ببینید آقای چالنگی، ما با یک دولت روبرو نیستیم. ظریف امروز اومده بیروت، در همین موقع وزیر خارجه فرانسه داره لبنان رو ترک میکنه و میگه که
رئیس جمهوری دوباره در اول سپتامبر برمیگرده تا ببینه یک دولت وحدت ملی تشکیل شده. در همون خرابه های بیروت مصاحبه مطبوعاتی گذاشتن، مردم به نمایندگی از طرف ساکنان اونجا مصاحبه میکنن و اولین حرف علیه جمهوری اسلامی بود، علیه حزب الله بود. امروز دو اسم حزب الله و جمهوری اسلامی به قول عربا منبوز، مکروه، اسمایی هستن که مردم متنفرن ازشون. دار زدن مجسمه خامنه ای و حسن نصرالله اتفاق مبارک و میمونی برای ماست و برای مردم منطقه. در عراق هم که اشاره شد، نخست وزیر عراق به امریکا میره. این سفر سفر بسیار مهمیه. آقای کاظمی در ایران به روحانی گفت ما اجازه نمیدیم عراق صحنه تصفیه حساب‌ها و جنگ‌های نیابتی بشه. و واقعا در این مورد جدیه. دیروز ترکیه رو دیدیم با چطور رفتار کرد. وزیر دفاع ترکیه رو نپذیرفت، گفت اصلا نیاد به عراق. و اینه که جمهوری اسلامی گفت بختش برگشته، این عروس کور چلفتی رو هیچ دامادی دیگه خواستارش نیست. پوتین هم اگه یا چین هم اگر میان اینا، برای اینکه جهازی عروس رو ببرن، ولی با این عروس کاری نداره. بله بله آقای طرزاده، پیامد توافق بین امارات که به نحوی میگفتن هنگ منطقه است و هنوزم میگن، توافق با اسرائیل چه پیامدهای اقتصادی میتونه برای منطقه داشته باشه و چه آینده اقتصادی رو تصویر میکنه، در حالی که ایران به وضعیتی رسیده که دولت به دریوزگی افتاده دلار و یورو از مردم بگیره اگر داشته باشن، یا هم گلیم پاره رو و نفت بخرن. چه آینده ای رو شما میبینید در تحولات اقتصادی منطقه؟ نتایج عادی شدن مناسبات بین امارات که مقدمه ایه برای قبول وضع موجود خاورمیانه که اسرائیل بخشی از اون هست محدود نیست. این نزدیک شدن امارات به اسرائیل هم نتایج امنیتی و هم نتایج سیاسی و هم نتایج اقتصادی خواهد داشت. در حقیقت منطقه با کمک اسرائیل که یک کشور از نظر صنعتی پیشرفته تر از کشورهای دیگر هست، میتونه مشکلات زیادی رو که از نظر جغرافیایی، از نظر کشاورزی، از نظر شیرین کردن آب و همینطور همکاری های تسلیحاتی دارند تأمین بکنه. و این کشورها که نیازمند یک پوشش دفاعی هستند، در وضعیتی که میبینیم آمریکا در ادامه یک فکر 15 ساله در انتظار اولین فرصت برای کم کردن تعهدات نظامیش در خلیج فارس و بردن این ظرفیت نظامی به دریای ژاپن و دریای چین برای مقابله با رقابت چین، این آمادگی کمک میکنه، این عادی شدن مناسبات کمک میکنه که کشورهای عربی که آسیب پذیر خودشونو میبینن در حاشیه جنوبی خلیج فارس، به خصوص در مقابله با جمهوری اسلامی، اینا کشورهای کوچکی هستن، حالا احساس اطمینان بیشتری بکنن. اسرائیل که به صورت غیر رسمی همکاری های بسیار نزدیکی رو از 15 سال پیش با قطر داشت، از این هم قدیمی تره. در حقیقت آغاز مناسبات کاری به زمانی برمیگرده که قطری ها در اسرائیل یک استادیوم ورزشی رو با اسمی که از دوها گرفته ساختن و در طول 30 سال گذشته به هم بسیار نزدیکتر شدن و در طول 10 سال گذشته همکاری ها شکل نظامی و امنیتی هم پیدا کرد و عمان هم در بخش دیگری درست خارج از تنگه هرمز این مناسبات با اسرائیل داشته و هر دو کشور خودشون رو به ظاهر دوست جمهوری اسلامی هم نشون میدن. این نشون میده که کشورهای منطقه امنیت خودشون، رفاه خودشون و قرار داشتن زیر یک چتر امنیت رو ترجیح میدن به دوستی‌های ساده و اینکه همکاری بین دولت‌ها واقعا همیشگی نیست، بستگی داره که کدام کشور، کدام ملت منافع خودش رو در یک برهه تاریخی در ارتباط با کدام کشور ببینه. حالا این ارتباطات برگشته به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که هر تجهیزی رو، هر جنگ نیابتی رو به عنوان فعالیت در خط مقدم جبهه معرفی میکنه و متاسفانه از دید علی خامنه‌ای و از دید جمهوری اسلامی
او که هدف اصلی رو انهدام اسرائیل معرفی کرده، هر روز میبینه که موجودیت اسرائیل ثبات بیشتری نسبت به گذشته پیدا میکنه و حالا مسئله اسرائیل به عنوان یک موجودیت یک قبولی تثبیت شده است، در حالی که دشمن روز و خبرساز روز به عنوان عامل تهدید امنیتی جمهوری اسلامی است. آقای نوری زاده، این صلح و این توافق ها به سادگی به دست نیومده، شما به دقت در جریان هستین، همینطور آقای طاهرزاده و بسیاری از بینندگان ما، کسانی مانند انور سادات، اسحاق رابین جان خودشون رو سر صلح گذاشتن، همونطور که گفتم صلح هم گاهی وقتا قربانیان بسیار خواهد داشت. ایران روابط دوستانه ای با اسرائیل داشت، روابطی در حد دفتر حافظ منافع، عنوانی که دفتر نمایندگی های اسرائیل، این عنوانی است که به کار میره برای هیئت های دیپلماتیک اسرائیل، همچنین با مصر در همون زمان مورد انتقاد بود حکومت ایران از سوی کشورهای عرب خلیج فارس. به زمان حال که برمیگرد و همینطور انور سادات زیر فشار عرب قرار گرفت، به زمان حال که برمیگردیم میبینیم که کشورهای منطقه رسیدن به اونچه که سادات، روانشاد سادات میگفت و محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران، و میبینیم که مردم ایران مشکل چندانی ندارن، یا اکثریت مردم ایران، یا خیر چنین نیست، اونطور که دولت جمهوری اسلامی میگه مردم هم همراه با دولت جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی خواهان نابودی اسرائیل هستن. به هیچ وجه. ببینید آقای چالنگی، دو نکته رو من براتون بگم. بعد از جنگ 67، جنگ شش روزه، یه طرحی اومد وسط به نام طرح راجرز که عبدالناصر هم پذیرو. این طرح راجرز در واقع میتونست مقدمه برای صلح پایدار باشه، ولی آنچنان عرب ها علیه عبدالناصر، همین انقلابی ها، دمشق، بغداد، قذافی، علیه عبدالناصر حتی در اون زمان بلند شدن که ناصر ناچار شد عقب بشینه. بعد سادات اومد، جنگ 73، و دلاورانه هم جنگید هم صلح. اون زمان هم در کنفرانس سران در بغداد مصر رو طرد کردن و غیر از سلطان نشین عمان بقیه با مصر قطع رابطه کردن. ولی همونطور که سادات خودش گفته بود، یو هرولون می دوان میان دوباره دست ما رو می بوستن و همین کارم کردن. بعد از مدت امروز در واقع عرب ها بعد از 30 سال به نقطه رسیدن، بعد از 40 سال به نقطه رسیدن که سادات دستشون رو گرفته و گفت من میبرم، حتی فلسطینی ها. و اون زمان فلسطینی ها هم غزه رو میگرفتن هم نوار غربی رو، و این سادات بود که براشون چنین پیشبینی کرده بود. متاسفانه اون شعاربازی و اون چیزایی که در اون زمان شاهدش بودیم مانع از چنین عملی شد. این به اعتقاد من یک اتفاق میمون و مبارک، همونطور که اشاره شد در واقع کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس هم با اسرائیل رابطه دارن، اون تا حالا این رابطه رسمی شد، اما به قیمت اینکه اسرائیل دست از طرح تجاوزکارانه زمینه کردن اراضی سال غربی برداشته. این یه دستاورد بزرگه. من مطمئنم ابو مازن هم یه هفته دیگه، 5 روز دیگه بعد از اینکه مطالعه کرد دقیقا این طرحو، دست از مخالفت برخواهد داشت. فلسطینی‌ها چی میخوان؟ دولت مستقلشون رو میخوان. آقای ترامپ هم الان وعده داده طرح دو دولت رو حمایت میکنه، و به نظر من ترامپ بمبی که قرار بود سر انتخابات زمین بزنه همینه. شاهد فصل‌های بعدی 3 هفته دیگه قرار اینو امضا کنن، اونجا به نظر من اعلام خواهد شد مسئله تشکیل دولت فلسطین. خب البته ابو مازن نماینده خودش رو، سفیر خودش رو در ابوظبی فرا خونده، از ابوظبی به نشونه اعتراض، و امیدواریم همونطور که اشاره شد ایشون ابو مازن هم به روند توافقی که هست به پیانده و مسئله فلسطین برای همیشه به شکل عادلانه‌ای، به شکل عادلانه‌ای به سود دو طرف حل بشه. آقای تقی‌زاده بفرمایید که این دوگانگی بین حکومت ایران، مواضع حکومت ایران، نابودی اسرائیل چرا؟
برای چی؟ در حالی که خود اعراب خواستار نابودی اسرائیل نیستن اگر زمانی چون این شعاری میدادن. و مردم، نظر مردم ایران که به نظر میرسه اکثریت مردم مشکل ندارن با اسرائیل، این دوگانگی رو شما رو به کجا میدونید و چه فایده ای برای ایران داره؟ این دوگانگی وجود داره آقای چالنگی و همه دنیا هم میدونن، مسئله پوشیده نیست، اگرچه گمانه‌زنی یا گمانه‌سنجی یا سنجش افکار عمومی در ایران مثل هر حکومت دیکتاتوری دیگه امکان پذیر نیست، ولی تقریبا برای همین حکومت هم این روشنه که برخلاف حکومت مردم با آمریکا سر دشمنی ندارن، برخلاف حکومت مردم با اسرائیل سر دشمنی ندارن، برخلاف حکومت مردم با کشور و دولت مصر و سیسی اختلاف نظر ندارن، و این حکومته که مدعی اونهاست و این حکومته که به علت پیگیری این ادعای واهی مردم ایران رو به فقر کشیده. دو خطای بزرگ و راهبردی رو جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته پیگیری کرده. یک خطا این است که اسرائیل رو به عنوان دشمن مردم ایران، دشمن ایران یا دشمنی که باید نابودش کرد معرفی کرده، و خطای دوم خطایی است که درست در بحرانی ترین مرحله جنگ با عراق، جنگ 8 ساله، پیگیری کرد، برنامه اتمی که سپاه پاسداران و رفسنجانی روی دست این حکومت گذاشتن و الان بعد از 30 سال هنوز دامنگیر ملت ایرانه، با قیمت صدها میلیارد دلار زیانی که به ایران تحمیل کرده و انزوایی که به ایران تحمیل کرده، فقری که به ایران تحمیل کرده، و هنوز هم از این برنامه ابلهانه دست نمیکشه. هنوز اسرائیل رو دشمن معرفی میکنه و هنوز دنبال پیگیری هدفهای برنامه است که ایران و این حکومت رو به هیچ کجا نخواهد برد و به اعتقاد من حیات این حکومت رو هم روی خط قرار میده. من در پایان این صحبتم در تأکید بر اهمیتی که خبر دیروز که به نظرم معمارش جارد کوشنر داماد آقای ترامپ هست و شکل رسمی ترش به زودی قبل از داغ‌تر شدن انتخابات آمریکا اعلام خواهد شد، به مراتب با اهمیت تر از قراردادی است که به خاطر بسته شدنش هم نخست وزیر اسرائیل و هم آقای عرفات جایزه صلح نوبل دریافت کردند. اون چی که در کمپ دیوید مقایسه بکنید با اون چی که حالا ما ازش خبردار میشیم کم اهمیت تر بود، برای اینکه حداقل در اون مورد اسرائیلی ها از صحرای سینا دست کشیدن، با اهمیت تر از قرارداد اسلوس، برای اینکه در اون ارتباط هم با توجه به ساحل غربی اسرائیل امتیازهای ارضی داد. در این مورد میبینیم فقط وعده داده، وعده داده جایی که میخواستم بگیرم و زمینه بکنم نمیکنم. در هر حال اسرائیل در اندازه تثبیت شده که هر کشور دیگر عادی متعارفی دنیا میتونه ادعای تثبیت شدن داشته باشه و جمهوری اسلامی در این ارتباط مطلقا شکست خورده. در حال جایزه رو که اشاره میکنن انور سادات رئیس جمهور فقید مصر هم سهیم بوده در جایزه صلحی که اهدا شد به هر سه. کدوم یکی اهمیت بیشتری داره؟ قطعا نظرات مختلف بسیاری بر این نظر هستن که آغاز تنش زدایی و کینه ورزی میونه اعراب و اسرائیل اقدام قابل ستایش انور سادات بود، رفتن به اسرائیل، سخنرانی در کنیست اسرائیل و بقیه ماجراها و این قیاس رو و ادامه چنین اقدامی است که امروز به چنین توافقی دست پیدا می کنند کشورهای مانند مجموعه امارات. سپاس بسیار از شما آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل، باز سپاس از شما. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگه به ما خواهند پیوست آقای منش امیر. تا لحظاتی دیگر دبیر و سردبیر رادیو پیام اسرائیل، رسانه خبری پیام اسرائیل، روزنامه‌نگار در اسرائیل. تا لحظاتی دیگر آقای نوریزاده نیز همچنان با ما خواهند بود در ادامه راه. تا لحظاتی دیگر.
با ما هستن آقای منشه امیر از اسرائیل، سردبیر و مدیر رسانه خبری پیام اسرائیل. خوش آمدید آقای امیر. درود بر شما، درود بر همکاران شما و آقای نوریزا. آقای امیر، این توافق خوب در صدر خبرهای منطقه است، در بسیاری جاها صدر خبرهای بین المللی هم از توافق بین امارات و اسرائیل. شما پیامدهای اون رو چه میدونید، چجور میبینید برای صلح منطقه، آرامش در منطقه، دستاوردهای اقتصادی؟ اگه بخواید رأس این پیامدها رو به ما بگید چه خواهید گفت؟ بله، خیلی فهرستوار میتونم بگم که اولا این یک شکست بزرگ دیگر برای حکومت اسلامی ایران، حکومتی که با تحریم‌های شدید اقتصادی روبرو هست، حکومتی که دارایی‌هاش داره به ته دیگ میخوره، حکومتی که میاد به مردم میگه ای مردم از من خودتون صادر بکنید که ما یه پولی داشته باشیم هزینه کنیم، حکومتی که دوباره میاد و بنزین رو میخواد سهمیه بندی بکنه، حکومتی که در دنیا منزوی شده، حکومتی که ایالات متحده تحریم تسلیحاتی رو علیهش میخواد پیش ببره، و حکومتی که الان در لبنان با بدبختی های بزرگی روبرو شده و ظریف ناگهان میره به بیروت که بتونه شاید یه چیزی رو از حزب الله نجات بده. در چنین شرایط یکی از بزرگترین هدفها و رسالتهایی که خمینی برای حکومت ایران تعیین کرد داره به باد میره، و اون تسلط حکومت ایران بر کشورهای عرب و شیعه و مسلمان منطقه است، که یکی از امیرنشین‌های عرب و از جمله بحرین، امارات و غیره، اینها در رأس اونها قرار داد. میبینیم که رژیم ایران تمام ثروت‌های خودش رو یکی پس از دیگری داره از دست. خب آقای نوری‌زاده، چه ضمانت‌هایی وجود داره برای اون چه که آقای امیر اشاره کرد، یعنی حکومت ایران از همین فردا شروع نکنه به اقدامات و عملیات خرابکارانه دیگه‌ای، تروریستی دیگه‌ای، و اقداماتی که تا این 41 ساله در عراق و لبنان و کشورهای منطقه انجام میده؟ صلح در قاموس جمهوری اسلامی همون بسم الله است که اجنه حاکم بر ایران ازش فرار میکنن، میترسن به محض اینکه در منطقه آرامش میاد اینا دچار آشوب میشن، کلافه میشن. یادم از بعد از اسلو، وقتی که آدم میدید فلسطینی ها برگشتن، رام الله رونق گرفته، حتی کازینو زده بودن، اسرائیلیا مشتریش بودن، جمهوری اسلامی هرس میخورد، پول میداد به جهاد اسلامی آتیش بپا کنه، ولی حتی حماس هم حاضر نبود، برای که حماس هم هزاران کارگرش میرفتن تو اسرائیل از غزه کار میکرد، البته مرحله که غزه آزاد شد. اما الان جمهوری اسلامی کلافه است، همونطور که آقای امیر گفت، وقتی ظریف میره به بیروت خوش آمد بهش نمیگن، ممکنه میشل اون دستشان دیگه حزب الله بهش خوش آمد بگه، ولی میشل اون مهره نیست الان در لبنان. حتی رئیس جمهوری فرانسه میاد میگه برید یه حکومت درست حسابی تشکیل بدید. بنابراین میخوام بگم روزهای مرگ دیپلماسی جمهوری اسلامی، یعنی فکر کنید کدوم کشور حاضر دنبال جمهوری اسلامی به جهنم بره. این اداهایی هم که رجب طیب اردوغان در میاره، اردوغان نزدیکترین روابط هنو با اسرائیل، روابط امنیتی داره، روابط نظامی داره، روابط سیاسی داره، و این بازی ها رو برای اون مسلمان های بدبخت در میاره که گول یه همچی شارلاتان هایی رو میخورن. من اعتقادم برای اینه، امروز هم در ترکیه یک افسر سوری سرتیپی بود که در مصاحبه ها دائم ظاهر میشد، ترکیه دستگیرش کرد، مخالف رژیم بشار اسد. این ترکیه است. من اعتقاد دارم متاسفانه جمهوری اسلامی هم دنبال راهی رو داره میگه که سرنوشتش کاملا توش مقرر شد. این رژیم باید بره. این رژیم زائده ایست در ایران و منطقه و هیچ که دیگه قبولش نداره.
خب آقای امیر، قطعا تنها هدف این توافق این نبوده که رژیم ایران رو از نظر سیاست منطقه‌ایش منزوی کنه. پیامدهای دیگه این توافق رو در منطقه، در روند تنش بحرانی که بین اعراب اسرائیل بوده و در عرصه‌های دیگه در منطقه چطور ارزیابی می‌کنید؟ چه چشم‌اندازی داره راجب روابطی که اسرائیل با قطر و بقیه کشورها داره؟ ببینید، اگه 3 یا 4 عامل رو برای برقراری روابط عادی بین اسرائیل و امیرنشین‌ها بتونیم قائل بشیم و مهمترینش بدون شک این خصومت و عملیات تهدیدآمیز است که حکومت اسلامی ایران علیه امیرنشین‌ها نشون میده، ولی 2-3 عامل دیگر هم وجود داره. میخوام یادآوری بکنم که از سال 1993 هنگامی که پیمان صلح اسلو بین اسرائیل و فلسطینی ها امضا شد و بوی صلح می اومد، امیرنشین های عرب درهای خودشون رو به روی اسرائیل باز کردن و داد و ستد ها و روابط بسیار گسترده بین طرفین به وجود اومد، در حدی که باعث نگرانی شدید رئیس جمهوری مصر شد که به امیرنشین ها دستور داد، گفت تا موقعی که صلح اسرائیلی فلسطینی نشه شما حق ندارید که با اسرائیل روابط نزدیک داشته باشید. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که آمادگی امیرنشین ها برای صلح با اسرائیل و روابط بازرگانی و غیره از دیرباز وجود داشت. بعد حکومت اسلامی ایران میآید و اینها رو به نابودی تهدید میکنه و اونها نیاز دارند که از همکاری های گسترده تر ایالات متحده و از پشتیبانی اسرائیل برخوردار بشن. یه عامل دیگر رو هم میتونم توضیح بدم و اون این است که کشورهای عرب و از جمله امیرنشین ها و عربستان سعودی از دفاع از منافع فلسطینی ها خسته شدن. از نظر اونها فلسطینی ها رهبرانشون افرادی ستیزجو و ستیزخو هستند که میخواهند ترور رو ادامه بدن، در حالی که امروز ترور در سراسر جهان محکوم شناخته میشه و بدتر از اینها حکومت ایران میآید و جهاد اسلامی آزادی فلسطین رو برای فلسطینیان برپا میکنه که عامل و مزدور حکومت ایران، و بعد هم حماس که ریشش در اخوان المسلمین مصر هست میآید و با رژیم ایران دوستی میکنه. این خب دستاورداش آقای امیر خیلی خلاصه بفرمایید. ببینید دستاورداش اینا شرح رویدادایی است که تا به حال بوده. دستاوردهایی که میتونه برای فلسطینی ها داشته باشه، برای صلح داشته باشه، برای استقرار در منطقه داشته باشه، چه کسانی غیر از اسرائیل امارات سود میبرن؟ به طور خلاصه بفرمایید. بله، یک عامل سوم رو هم بگم و اون تکنولوژی اسرائیل امیرنشین ها میخواهند که ازش بهره مند بشه. حالا هر اندازه که امیرنشین ها با اسرائیل روابط نزدیکتر داشته باشه، مصر و اردن با اسرائیل پیمان صلح داره، این میتونه به فلسطینی ها نشون بده که باید واقع بین باشن، باید امکانات رو بپذیرن، باید از ترور علیه اسرائیل بردارن، باید از حملات موشکی رو قطع بکنن و اینها همه باید، مطمئن نیستن که انجام خواهد شد، ولی باید فلسطینی ها رو بکشونه به روزی که بهتر راه صلح و آشتی و دوستی با اسرائیل در پیش بگیرن و ثابت کنن که میتونن همسایگان خوبی باشن. من بر این باورم که اگر یک اسرائیلی معتقد بشه که میتونه در کنار فلسطینی در صلح و امنیت زندگی بکنه، اون موقع به دست آوردن صلح و آشتی بسیار آسان. خب آقای نوری‌زاده، آقای امیر اشاره کردن به رهبران فلسطینی که سودجو هستن و دنبال مسائل و منافع خودشون، در خیلی از کشورها هم چنین حرفی زده شد در مورد برخی از رهبران فلسطینی، و آیا زمان اون رسیده که اونطور که آقای امیر اشاره میکنه تجدید نظر، یعنی رهبری جدیدی در فلسطینی ها به وجود بیاد یا خیر به همین شکل هم میشه به صلحی دست یافت؟ اسرائیل بزرگترین بخت خود رو
برای صلح، یعنی ابو مازن به ذلت کشوند. اسرائیل اگر با ابو مازن همکاری میکرد پیمان صلح امروز بسته شده بود. متاسفانه آقای نتانیاهو میخواد فلسطینی‌ها رو ذلیل کنه، میخواد ابو مازن رو زانوش بشینه دولاش جلو. این کار رو نمیکنه. و اگر ابو مازن بره قدرت دست برغوثی ها خواهد افتاد و اینا کسایی نیستن با اسرائیل صلح کنن. قدرت دست حماسی ها خواهد افتاد، متاسفانه دست دلارای جمهوری اسلامی خواهد افتاد. آقای نتانیاهو بزرگترین خطای زندگیش این بود که با ابو مازن راه نیومد. و آقای ترامپ هم بزرگترین خطای زندگیش این بود که بیت المقدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. عیب نداره بیت المقدس غربی، ولی اشاره میکرد شرقی مال فلسطینی هاست. این کار رو نکرد و در نتیجه ابو مازن که 7 بار با ترامپ ملاقات کرد در 1 سال و نیمه اول، ناگهان خودش برای من گفت من سرمو به دیوار زدم، باورم نمیشد رئیس جمهوری آمریکا این کارو با ما بکنه. و الان به نظر من شاید حکمت زائد، میگن اینا بچهای شیخ زائدن، شاید این حکمت به کار بیاد. و با توجه به اینکه جنرال سیسی طرفدار ملک عبدالله، طرفدار فضای منطقه اسرائیل و آماده است باش همکاری بکنه، امیدوارم این مسئله که اسرائیل دست از طرح زمین کردن ساحل غربی برداشته یه گامی باشه. ابو مازن گفته با مشاوراش داره گفتگو میکنه که رأی نهایی شده، یعنی بنابراین دارن میشینن مفاد این توافقنامه رو ببینن. تا 3 هفته دیگه هم قراره در واشنگتن امضا بشه. امیدوارم از این فرصت اسرائیل و فلسطینیا استفاده کنن، این بهترین فرصته. بعد اون وقت میفته دست باز هوچی ها و تندروها، خدا میدونه دیگه چه خواهد شد، و ولی فقیه حکم آزادی فلسطین رو صادر میکنه. سیاست های نتانیاهو اونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کرد بی اثر نبوده در وضعیتی که بوده بین فلسطینی ها و اسرائیل. آنچه که آقای نوری‌زاده گفت، شما نظر شما رو میشنوید. بله، ببینید امیدوارم که یک بحثی رو درباره مسئله صلح اسرائیلی فلسطینی اختصاص بدیم که بیشتر بتونیم در این باره گفتگو بکنیم، ولی خیلی کوتاه و به اختصار. مشکل در این است که امروز هیچ رهبر فلسطینی وجود نداره که اسرائیل بتونه باش به توافق صلح برسه. ببینید فلسطینی ها 2 شعبه شدن، ابو مازن یا محمود عباس در کرانه و حماس جهاد اسلامی در غزه. با کی اسرائیل صلح بکنه؟ بعدم آقای محمود عباس من بهش احترام میذارم، انسانیست خوبه، ولی فرد بسیار ضعیفی است که حتی در داخل رهبری فتح هم باهاش اشکال دارن و او رو به رهبری نمیپذیرن. مسئله سوم این است که هیچ رهبر فلسطینی جرأت نمیکنه امضا بکنه که من موجودیت اسرائیل رو در مرزهای کنونی به رسمیت میشناسم. عرفات فرار کرد از این امکان. این است که ذهن من فلسطینی ها رو دوست دارم، نسبت به اونا احساس احترام و دوستی دارم، ولی شوربختانه با شناختی که ازشون دارم از نظر ذهنی هنوز آماده همزیستی و مسالمت با اسرائیل نیستم. این است که این اشکالات هست. انشالله وقتی رو اختصاص بدید و در این باره بیشتر. حتما این کار خواهم کرد، ولی ببینید آقای امیر، پرسش این هست که اشکالات که شما بر فلسطینی ها وارد میدونید بخشیشو بر برخی از کشورهای عرب هم این رو بر فلسطینی ها وارد میدونن. آقای نوری‌زاده هم 1-2 بار اشاره کرد مثلا حماس خب مورد انتقاد است برخی از سیاست های عرفات، ولی آیا مثل دولت بنیامین نتانیاهو که در خود اسرائیل هم مخالفایی داره، آیا سیاست هاش واقعا در این ماجرا نرسیدن به صلح مؤثر نبوده؟ یعنی در این مسائل شهرک سازی بگیرید یا زمینه کردن بخشی از کرانه باختری و همه اینها، این بی‌اعتمادی رو باعث نبود، سهمی نداشته اساسا. ما یک رهبر صلح طلب اسرائیلی داشتیم به اسم یتخاک رابین و سازمان‌های ترور فلسطینی
انقدر جنایت کردن علیه ملت اسرائیل که مردم اسرائیل به این نتیجه رسیدن که کوتاه آمدن در برابر فلسطینی ها نتیجه معکوس خواهد داشت و به همین علت راست و راست افراطی در اسرائیل روز به روز تقویت شدن. چرا تقویت شدن؟ به خاطر این عملیات تروریستی و ستیزخویی و جنگ طلبی فلسطینی ها. من به عنوان فردی که خواهان صلح هستم بر این باورم که اگر فلسطینیان ثابت بکنن که میتونن در کنار اسرائیلیان با دوستی و همکاری و ملایمت زندگی بکنن، مسلماً اسرائیلی ها هم آماده صلح هستن. برای اسرائیلی هیچ چیز مهمتر از امنیت و تمامیت ارزش نیست. در لحظه ای که فلسطینی ها ثابت بکنن که این رو میتونن تأمین و تضمین بکنن، خاورمیانه به یک بهشت مبدل خواهد شد. همیشه گفتم که ذهن بالا و تکنولوژی اسرائیلی با سخت کوشی فلسطینی ها، این اگر با هم ادغام بشه خاورمیانه رو میتونه بهشت بکنه. من آرزوی اون روز رو دارم. بله، اونچه که آقای امیر گفت من این را بگم، این همین سخن را از زبان خود محمود عباس در کنفرانس کمیته اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی در اقادیر مراکش من شنیدم. خود محمود عباس در حضور آقای ولکارت، ما سه نفر نشسته بودیم و این همین حرف رو زدن. ما میتونیم بهره‌برداری از تکنولوژی اسرائیل و نیروی کار فلسطینی کشوری آباد و سربلند باشیم و مرفه. چطور میشه واقعا به اینجا رسید آقای نوریزاده؟ این توافق تا چند روزه اثرگذار برای پایین آوردن قدرت تندروها چه در عرصه فلسطینی ها، هم کرانه هم نوار در این سو غزه، و هم در عرصه سیاسی اسرائیل. آقای امیر اشاره کرد که اقداماتی که شده بود تندروها رو در اسرائیل بر سر کار نگه داشت، یعنی آقای نتانیاهو مدیونه چون اوضاعی بوده و هست. در یک شرایطی چنین شد، اما یادمون باشه اسحاق رابین رو یک اسرائیلی کشت نه فلسطینی ها، و در این حال باز یادمون باشه طرحی که آقای شارون پیاده کرد غزه رو از بیرون اومدن بدون توافق با دولت فلسطین بزرگترین ضربه بود که اسرائیلی‌ها به فلسطین زدن. در واقع اسرائیلی‌ها کوشیدن دولت رام الله رو تضعیف بکنن، چون باید غزه رو به اونا واگذار می‌کردن نه به حماس. همینجوری بدن بیرون بدن حماس. و بعد یادمون باشه آقای اجازه من حرفم تموم شه، اجازه بدید من حرفم اجازه بفرمایید. یادمون نباشه شما خواهید بشید، حتما آقای امیر میگن اسرائیلیا آرامش میخوان و امنیت. مگه فلسطینیا چی میخوان؟ فلسطینیا درخت زیتونشو میخوان که بولدوزر اسرائیلی میکنه، خونهشو میخواد که خراب میکنه رو سرش. مگه اون چی میخواد؟ همه فلسطین حماس نیست. اسرائیل میتونه حماس رو تضعیف کنه با تقویت دولت مرکزی. ایشون میگن ابو مازن آدم ضعیفی. کدوم مخالفت در درون فتح الان هست؟ کنگره فتح، دولت فلسطین، مجمع فلسطین، همه ابو مازن رو تایید کردن. کجا هم؟ اما اگر وضع اینجوری پیش بره معلومه ابو مازن به مرور قدرتش رو از دست میره. آقای دهلان الان ابو ظبی امارات از اون حمایت خواهد کرد، آقای برغوسی در زندان اسرائیل از اون حمایت خواهند کرد، و ابو مازن کنار. وقت اسرائیل با کی میخواد صلح کنه؟ اینه که میگم تا زمانی که ابو مازن زنده است اسرائیل باید صلح بکنه. اسرائیل نمیتونه بگه آقا من بیت المقدس رو میگیرم، محال جد نمیشه. بیت المقدس همونقدر مقدسه برای فلسطینی‌ها که برای اسرائیل. خب غربش مال شما، شرقش مال اینا دیگه، بحث چی دارید میکنید؟ قطعنامه 242 که ایران از بنیانگذارانش، قطعنامه 242 سازمان ملل اراضی اشغال شده رو به رسمیت نمیشناسه، و پادشاه فقید ایران هم همون فرداش گفت دیگر نمیشود با توپ و تانک اراضی غیر رو اشغال کرد. این مال قبل از انقلاب بود. حالا بعد از انقلاب که اینا میگن از بحر تا بحر، امروز دیدم محسن رضایی میگه از دریا تا دریا ما آزاد خواهیم کرد، منتها ایشون بلد نیست که پشت خونه‌ش رو گنداب گرفته آزاد کنه.
خب همونطور که اشاره کردین، امیدواریم در یک برنامه دیگه به طور مفصل به این موضوع برسیم. الان امر خیری در منطقه هست، توافقی رو به صلح برای همه منطقه انجام شده، دستاورداش رو سعی کردیم مورد بررسی قرار بدیم و باید منتظر آینده بود. اما در این زمینه اگه سخنی هست آقای امیر به طور مختصر، و بعد این پرسش که چشمنداز رو برای کشورهای دیگه عرب، پیوستن به این روند صلح و آرامش و ثبات و رفاه رو شما چطور میبینید؟ بله، سه چهار پاسخ کوتاه. یک، درسته که رابین رو یک نفر اسرائیلی کشت به خاطر اینکه ترور فلسطینی این تصور رو در برخی از اسرائیلی ها به وجود آورد که رابین در آشتی با فلسطینی ها داره خیانت میکنه به کشور اسرائیل. دو، شارون غزه رو به حماس نسپرد. شارون تخلیه کرد غزه رو و دست محمود عباس داد. 5 سال بعد از خروج اسرائیل بود که حماس کودتا کرد و اونجا رو به تصرف خودش در آورد. سوم، شما تک تک با فلسطینی ها صحبت کنید، همشون صلح میخوان، ولی در مجموع همچنان از نابودی اسرائیل سخن میگویند و این آمادگی ذهنی رو برای صلح با اسرائیل ندارن. چهارم، بله، محمود عباس انسان ضعیفی است و نتونسته که سیادت خودش رو بر دیگران از گروه فتح بقبولانه. و پنجم این که هیچ رهبر فلسطینی جرأت نمی‌کنه که با اسرائیل پیمان صلح امضا کنه. ششم این که شرق اورشلیم، کتل همراوی، دیوار ندبه تنها بازمانده و مقدس‌ترین مکان مذهبی یهودیانه. این رو نمیشه به دست ترور فلسطینی سپرد. مسجد اقصا هم هست، مسجد اقصا، مسجد عمر، مسجد صخره، اینا همه اونجا کلیسای قیامت هست. پاسخ میدم که ادعا راحتش این نیستش که این قسمت از اورشلیم یا بیت المقدس یا مقدس قدس، این رو همونطور که در برخی از طرف پیش بینی شده بود که کمیته بین المللی زیر نظارت بین المللی و مذهبی اداره بشه، میگم بحث مفصلی هست. اما برگردیم به دستاوردها، کمتر از یک دقیقه ما وقت داریم. آینده خوشبین هستید آقای امیر؟ با همه من به آینده خوشبینم، ولی نه آینده فلسطینی ها که رهبران خوبی ندارن. شما آقای نوریزاده 30 ثانیه وقت. به آینده من خوشبینم تا زمانی که جمهوری ولایت فقیه هست و آقای نتانیاهو هست. آینده پر از ابره. اگر در اسرائیل یه روزی ما آقای یوسیبیلین رو دیدیم در قدرت، یه روزی اسرائیل به عقل برگشت، وقت میشه همه کار کرد، همه امیدها رو داشت. و امیدواریم روزی همه منطقه برخوردار از صلح و آرامش، همونطور که اشاره شد، در شماره‌های آینده بحث ها و گفتگوهای خواهیم داشت درباره مسئله مزمن خاورمیانه، مسئله فلسطین و اسرائیل، راحل هایی که امکان پذیر هست برای حل این مسئله که عموما به نظر میرسه کشورهای عرب یکی بعد از دیگری راه انور سادات رئیس جمهوری فقید مصر و اسحاق رابین نخست وزیر فقید اسرائیل رو برگزیدند و پیشینیان اونها رو که در این راه گام نهادند و آغاز کردند. سپاس بسیار از شما آقای منشه امیر گرامی در اسرائیل، و با سپاس از شما آقای نوریزاده عزیز در لندن. بینندگان گرامی، هر نظری که دارید برای ما بفرستید، چه از طریق تماس با تلفن ما و چه از طریق ایمیل و رسانه‌های اینترنتی. اینستاگرام تفسیر خبر رو می‌بینید. نظرات شما بازتاب داده خواهد شد. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین، کارگردان فنی علی عزیز و امین گرامی تهیه کننده برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم. با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد